جنگ شدید در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. کوهزاد نیوز می نویسد: جنگ شدید بین نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات. جنگ شدید بین نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات. جنگ شدید بین نیروهای دولتی و طالبان در بازار کهنه ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات همکنون شدیداً جریان دارد و چندین دکان در این بازار حریق و تخریب گردیده است. با گفته منابع شب گذشته نیز یک پاسگاه نیروهای دولتی در این منطقه آماج حمله متربم قرار گرفته بود که در نتیجه سقوط کرد. در همین حال خام پرس می نویسد: وزارت دفاع ملی می گوید که ملا کامل ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات در یک حمله هوایی کشته شده است. این وزارت با نشر خبرنامه روز جمعه 3 صفر گفته است که نیروهای هوایی ارتش ملی شب گذشته در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات جنگجویان گروه طالبان را هدف قرار دادند. بر اساس اعلام خبرنامه وزارت دفاع ملی، در نتیجه این عملیات علاوه از ولسوال نامنهاد طالبان و یک سرگروه آنان 5 طالب مسلح دیگر نیز کشته شدند. این خبرنامه علاوه کرده است که در این حمله هوایی ملا کامل ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی پشتون زرغون و ملا سلام سعید یک سرگروه آنان کشته شدند. همچنان در اثر این عملیات 5 جنگجوی گروه طالبان نیز زخم برداشته است. در همین حال روزنامه 8 صبح در یک خبرنامه می نویسد: جنگ در 4 ولسوالی غزنی و حومه های شهر، فرمانده پلیس ناوه کشته شد. گروه طالبان از 2 هفته به این سو حملات خود را در ولسوالی های ولایت غزنی و مرکز شهر شدت بخشیدند. مسئولان محلی در این ولایت می گویند که در حال حاضر جنگ در دست کم 4 ولسوالی غزنی و حومه های شهر جریان دارد. در تازه ترین مورد، رحمت الله مبارز، فرمانده پلیس ولسوالی ناوه ولایت غزنی، در انفجار ماین جاسازی شده طالبان کشته شده است. عضو شورای ولایتی غزنی میگوید که همراه با رحمت الله مبارز 2 نفر از نیروهای امنیتی در این انفجار نیز کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. واحد الله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی، روز جمعه 3 صفر بر روزنامه 8 صبح گفت که طالبان از 2 هفته به این سو حملات خود را در بر مواضع نیروهای دولتی شدت بخشیدند. با گفته جمعه‌زاده، شب که گذشت جنگ در ولسوالی های مقر، قره‌باغ، گیلان و دیگ جریان داشته و همزمان با آن طالبان در روستاهای آرزو و اسفنده حمله کردند. جمعه‌زاده گفت که نیروهای هوایی حملات طالبان در روستاهای آرزو و اسفنده را عقب زده و تلفات سنگین به این گروه وارد کردند. او همچنان گفت که نبرد در ولسوالی ها نیز به شدت برای عقب زدن حملات طالبان جریان دارد. سخنگوی والی غزنی گفت که نیروهای کافی در غزنی مستقرند و حملات طالبان دفع خواهد شد. امان الله کامران، عضو شورای ولایتی غزنی، در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت وضعیت امنیتی غزنی را نگران کننده خوانده است. طبق معلومات کامران، در حال حاضر جنگ در ولسوالی های اندر، مقر، آببند، قره‌باغ، دیگ و حومه های شهر به شدت جریان دارد و ولسوالی های قره‌باغ، دیگ و آببند محاصره شده است. این عضو شورای ولایتی غزنی می گوید که طالبان به بازار ولسوالی مقر نیز نزدیک شدند. امان الله کامران ابراز نگرانی کرد که اگر وضعیت این گونه ادامه یابد، ممکن است اکثر ولسوالی های غزنی سقوط کند. با گفته او، حتی بخش های از شهر غزنی نیز از حملات طالبان در امان نیست.
و از سقوط پسته نیروهای امنیتی در روستای آرزوی شهر غزنی یاد کرد که در آن 4 نیروی امنیتی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. روز گذشته فرمانده پلیس ولسوالی دیک غزنی نیز در نبرد با طالبان کشته شد. رحمت الله مبارز دومین فرمانده پلیس است که در جریان 2 روز گذشته در غزنی کشته می شود. امان الله کامران می گوید شیوه جنگی طالبان در غزنی متفاوت است و این گروه تلاش می کند تا برای 10 تا 15 روز حلقه محاصره را بر یک مرکز نظامی و یا مقر ولسوالی تنگ کند و پس از ختم مهمات و تجهیزات آن را سکوت دهد. این عضو شورای ولایتی غزنی هشدار می دهد که اگر اقدام سری از سوی حکومت مرکزی برای دفع حملات طالبان نشود، ممکن وضعیت غزنی از کنترل خارج شود. غزنی از ولایت‌های استراتژیک در جنوب کشور است. گروه طالبان همواره برای سقوط این ولایت تلاش کردند. در سال 1397 حمله گسترده طالبان از چندین جناح سبب شد که این ولایت برای 3 روز سقوط کند. در حال حاضر نیز چند ولسوالی غزنی توسط طالبان کنترل می شود. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور خطاب به طالبان می گوید که دیگر برای ادامه جنگ کدام دلیلی ندارند. باید از جنگ دست بکشند و با وحدت و اراده این وطن را آباد کنند. آقای غنی روز پنجشنبه 2 نوامبر در رأس یک هیئت به ولایت قندهار رفت. رئیس جمهور هنگام افتتاح شفاخانه 200 بستر این ولایت به طالبان خطاب کرد و گفت که اون نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند و دیگر دلیلی برای ادامه جنگ نیست و این گروه باید با وحدت، اراده و درک این وطن را آباد کنند. رئیس جمهور کشور از سوی هم با افتتاح شفاخانه بین المللی مهمند گفت که اعمار این شفاخانه همانند اعمار بند کمال خان برای همه افغانها افتخار است. او تاکید کرد که امروز در تاریخ عرضه صحت در افغانستان یک فصل جدید است. رئیس جمهور افزود که از این پس مسئولان بلند رتبه دولتی که اگر دچار بیماری می شوند نخست در این شفاخانه خود را درمان کنند و در صورت ضرورت به خاطر تداوی و بیرون از کشور بروند. در عین حال رئیس جمهور غنی گفته است که افغانها هیچگاه به پنجاب عذر نخواهند کرد. آقای غنی همچنان از پاکستان می خواهد که دست از مداخله در مسائل داخلی افغانستان برداشته و گروه طالبان را به گفتگوهای صلح حاضر سازد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.